درود به همه دوستان، امروز قراره که با هم دیگه خورشت آلو اسفناج درست کنیم. امیدوارم که ازش لذت ببرید. ما یک دسته اسفناجی که داریم بعد از اینکه آب کشی کردیم و تمیز شد خورد میکنیم، داخل تابمون میریزیم، میذاریم که آب سبزیمون گرفته بشه. به همین صورت که میبینید خوب آب سبزی گرفته بشه، دیگه آبی که نداشت یک مقدار کم شده بود، روغن رو بهش اضافه میکنیم، میذاریم تا دوباره سبزیمون خوب سرخ بشه. تو این بین ما توی قابلمه که خورش رو میخواییم درست کنیم پیازهای نگینی شده همونو میریزیم، میذاریم خوب سرخ بشه. تلهی که شد گوشتمونو بهش اضافه میکنیم. گوشتم همونطور که توی قسمتهای قبلی هم گفتم، گوشت ما همیشه میذاریم تا رنگ گوشت عوض بشه تا بقیه کار رو خورش حالا یا غذای دیگه‌مون انجام بدیم. همینطور که می‌بینید بعد از اینکه ما رنگ گوشتمون تقریبا عوض شدش، زمانیه که می‌تونیم ادویه رو بهش اضافه کنیم. ادویه رو هم بهش اضافه می‌کنیم، زردچوبه، فلفل سیاه، ادویه خورشتیمون خوب می‌ذاریم که با گوشتمون و پیازمون تفت بخوره. خب حالا ما 3 لیوان آب ولرممون هم بهش اضافه می‌کنیم به خورشتمون و می‌ذاریم که خوب بجوشه و جا بیفته. تو این بینم برنجمون که از آب و ریختیم بهش اضافه کردیم و نمک و روغن هم زدیم، میذاریم تا آب برنجمون هم کشیده بشه. سبزی سرخ شدهمون هم که سبزی اسفناج هست و بهش اضافه میکنیم به خورشتمون، خوب مخلوط میکنیم، میذاریم تا خوب پخته بشه و رنگ عوض کنه به همین صورت که میبینید. بعد از 30-40 دقیقه که خورشتمون پخته شد، آلوها رو بهش اضافه میکنیم و بعدش یک قاشق الا دو قاشق با ذائقه‌ای بهش رو بنان اضافه میکنیم و در آخر هم نمک بهش اضافه میکنیم مقدار لازم، میذاریم خورشتمون خوب جا بیفته و آماده بشه. و برنجمون هم که آبش کشیده شد میذاریم دم بکشه. به همین صورت که میبینید کار برنجمون هم تمومه، خورشتمون هم بعد از 30-40 دقیقه دیگه آماده است، میتونیم که نوشه جان کنید. امیدوارم که از این تصفیه لذت برده باشین. تا درود دیگر، بدرود.